از لحظه فیلم و رقص عروسی برامرادان تا اخبار عجیب غریب و کلن حواشی این عروسی در گرجستان بریم با هم دیگه ببین. اول از همه بهرام رادان اومد داخل پیج اینستاگرامش چند تا پست در رابطه با عروسیش و عقدش گذاشت گرجستان. البته خیلی گفتن عروسیشه و خیلی هم گفتن مراسم عقدشه. وقتی کلیپ رو باز کردیم دقیقاً مراسمی شبیه مراسم عروسی رضا گلزار داشت که در نوبه خودش جالب بود و عقد آریایی داشتن. فیلمشو در ادامه واسه شما میذارم. ببینم عکسایی که خود بهرام رادان در پیجش منتشر کرده که در نوبه خودش جالب بود. بهرام رادان روز 13 فروردین 1401 خبر آشنایی و یه جورای رابطه خودش با مینا مختاری رو یه جورای رسانه‌ای کرد و توی فضای مجازی اونو مطرح کرد. البته باید بهتون بگم اسم همسرش مینا مختاریه که فشن بلاگر و از طراحان لباس شناخته شده توی فضای مجازیه که پیجش رو هم در ادامه واسه شما میذارم و حتی 400 هزار فالوور داره. بعدن مشخص شد آقای بهرام رادان حدوداً 4 یا 5 سال از قبل که با این خانم یعنی مینا مختاری در ارتباطه و یک رابطه عاشقانه ای هم دارن و در نهایت هم تصمیم به علنی کردن رابطه خودشون کردن که عکسایی هم که دارید میبینید عکسایی که در پیج بهرام رادان و همین خانم منتشر شده. اونجوری که گفتم همسر بهرام رادان توی فضای مجازی معروفه و تا حالا راجع به سنش و تاریخ تولدش چیزی نگفته، ولی خب در سال 1400 یک مرکز طراحی لباس با نام میمو در تهران تأسیس کرد و ایشون در این حوزه با دیگر طراحان مطرح مد و لباس همکاری میکنه و خودش یکی از طراحان بزرگ لباس توی تهران محسوب میشه. معروفیش و حتی پیج این خانوم هم واسه شما میذارم، ولی خب یه جورایی این خانوم از تیم تجارت طلایی به عنوان طراح برتر مد و لباس سال انتخاب شد توی یکی از سالها، فکر کنم 1400 1401 بود که در نامی خودش جالبه. حاشیه عجیب غریب در رابطه با گلزار ما شنیدیم، گفتم موقعی که عروسیش بوده بهرام رادان گلزار اومده استوری گذاشته و انگار اصلا دعوت نبوده، با اینکه گفته بودن قبلا این دو نفر با هم رفیقن ولی الان دعوت نشده و کلا یه استوری رضا گلزار گذاشته بود که خیلی ربطی شده بودن به بهرام رادان که همچین متن نوشته. تو اینترنت گفته بودن خلاصه پیجای حواشی اونجور غیره نوشته، یه جایی نوشته بود دلیل تغییر رفتار ناگهانی آدم ها اینه که یا یه چیزی که ازت میخواستن یا به چیزی که ازت میخواستن رسیدن یا مطمئن شدن دیگه نمیرسن، که در حوی خود جالب بود و گفتن شاید مثلا تیکه اندوخه برامادان که دعوتش نکرد و اینجور چیزا و شاید هم دعوتش کرده و همه اینا حواشی توی فضای مجازی شده. نظر شما چیه تو کامنت ها بنویسید. همون جوری هم که میبینید محسن کیایی اومد توی پیجش تبریک گفت به بهرام رادان و همسرش که در نوبه خود جالبه و افراد مطرح و هنرمندای معروف دیگه ای هم در این رابطه پستایی قرار دادن. مثلا در ادامه میبینیم که این پیج خانوم مینا مختاری همسر بهرام رادان که ببینید چقدر فالوور داره و در نوبه خودش جالبه کلا توی پیجش عکسای خودش رو گذاشته و عکسای مثلا بدون حجاب خودش رو منتشر کرده که برای بعضی ها حواشی ساز شده بود، ولی خب چیز عجیبی واقعا نیست و دست خودش هر جوری بخواد میتونه عکس بذاره توی فضای مجازی، ولی خب چیزی که توی فضای مجازی خیلی راجبش صحبت کردن و حاشیه ساز شد. حالا در ادامه بریم فیلمی از عروسی یا بهتر بگم عقد، نمیدونم دقیقاً چی بود، از بهرام رادان عزیز ببینیم و بعد برگردیم. فقط اینجا میخوام یه نظرسنجی کنم مراسم گلزار بهتر بود یا بهرام رادان، تو کامنت ها اصلا بنویسید. That news that will be news of TV on the sun and his own toss and do you push? Give the ham on my feet, talk with all the bush, grumpy, grumpy, shaking all over. And all the peace of investment. When all the peace of investment. Total all the embarrassing, the press of the old. Well, I'll go flat. The only thing you go for. You're only making you go for. There are never other means of fun or two. There are never other means of fun or two. There are never other means of fun or two. There are never other means of fun or two. Very nice and I enjoy my rent with all the slum. But I'm glad I'm here for peace. But I'm sick of you, all right, you told the slum. So get out of your old people. So get out of your old people. So get out of your old people. So get out of your old people.
این بود از این فیلم. البته به خاطر قوانین کپی رایت نتونستیم اونا رو کامل برای شما بذاریم، ولی خب بریم سراغ اون فیلمی که در اول ویدیو بهتون گفتم و گفتن برنامه‌دار داره میرقصه و اون فیلم کاملش اینا پخش شده. البته کلن مراسم قشنگ و زیبایی بوده، ولی قبلش داره چند تا خبر مهم که در کشور رخ داده رو بهتون بگم و قبلش در رسم بعدش بریم سراغ اون قشنگ. یه خبر اینجا راجع به لیلا بلوکات بگم که همین چند وقت پیش بود در جاهای عمومی بدون حجاب ظاهر شده به حجاب اجباری و الان حکمش اومده. نوشتن که لیلا بلوکات بازیگر برای رعایت نکردن حجاب به 10 ماه حبس در سمنان محکوم شد. یعنی تقریبا از که یک سال فقط به خاطر یه حجاب که در نوبه خودش واقعا عجیب غریبه و واقعا نمیدونیم چی بگیم. از اون طرف هم نیما نکیسا مدیر عامل باشگاه زباهن شد و هم خوانندگی کرد هم مخالفت کرد با اعتراضات چند وقت اخیر ایران و یه جورایی معترضین توی خیابون‌ها رو آشوبگر خون همشون از دم و در روم خودش حسابی عجیب غریب بود که حالا هم شده مدیر عامل زباهن و خیلی ها گفتن موز فلانش رو گرفت و بیسار این چه صحبت ها و همه این حرفا توی فضای مجازی بود و ما چیزی رو تغییر داده می‌کنیم. نظر شما چیه راجع به نیما نکیسا حتما توی کامنت ها بنویسید. بریم سراغ خبر بعدی تا بعد برسیم به اون ازدواج بهرام رادان و فیلمش. یه خواننده داخل یه کنسرت چون که صداش مقداری شبیه صدای زنا بوده نذاشتن بخونه و خوندنش رو لغو کردن که واقعا در نوبه خودش این یکی دیگه عجیبه و از مغز و ذهن منم دور بود و نمیتونم هضمش کنم. یه خبری هم راجع به گشت ارشاد اومده که گفتن دوباره گشت ارشادها به خیابونها برگشتن. بعضی ها گفتن که روشون نوشته گشت ارشاد، بعضی گفتن نه فقط ونای سفیدن دیگه از این به بعد روشون گشت ارشاد نوشته نشده. و حتی خبرگزاری تسنیم اومد گفت هیچ خودروی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابان ها دیده نخواهد شد. که یه دو گفتن خب بغل نویسی گشت ارشاد نداشته باشه شاید اسمش تغییر کنه یا شاید مثلا اصلا کلا هیچ اسمی نداشته باشه که در نوبه خودش در فضای مجازی حسابی سر و صدا به پا کرد. یکی از مدرسان حوزه علمی هم گفته که این صحبتشون توی فضای مجازی خیلی جنجالی شد دارم میگمش، گفته باید حوزه های علمی به هوش مصنوعی مجهز بشن. در کل این بود از اخبار و بریم سراغ بهرام رادان. البته توی اینجای ویدیو یه عکسی از مراسم عروسی بهرام رادان منتشر شده که گفتن بهرام رادان در حال رقص بود و این کلیپش اونها که چند ثانیه دیگه اون عکسو برای شما روی صفحه میذارم. این عکس رو رسانه توی فضای مجازی منتشر کردن که در نوبه خودش جالب بود و یه جورایی عجیب غریب بود و امیدوارم که خوشبختتون رو در انتها راجع به مراسم ازدواج بهرام رادان بنویسید و حتی توی کامنت ها بگید آیا بهرام رادان مراسم ازدواجش بهتر بود یا رضا گلزار که دوتاشون در کشور حاشیه‌ساز شدن. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار دوستان عزیز.